خب مینه جان، فعلا کدام نامی دیگری ندارم که درباره آن صحبت کنیم؟ ولی نه، لیکن خو دیر دی او موج به دوی طول تا پنوبت سر انشالله جواب ورکو. یو بل لیک لرو چه ملالی جانی در برنبیت سر است ولی دی دا گرانی لیدون که در پروگرام دستاینی پا زمن که پشتلی دی چه آیا در کشنیان در پاره یو تو محدود پروگرامونه تایی سیوی دی که دا سلسله دوام لری. بله، باید به ملالی جان و تمام بینیدهای عزیز خود یادآور شویم که برنامه اطفال برنامه دائمی تلویزیون آریانا خواهد بود و ما در هر هفته در کوشش آنیم تا برنامه های سرگرم کننده و آموزنده برای اطفال خود داشته باشیم. شا اوس چې د کوشنیانو د پروګرام په باره کې خبرې کوو، ښه به نه وي چې د پروګرام په دې برخه کې د دې اونۍ د کوشنیانو نړۍ پروګرام و ګرانو لیدونکو ته وړاندې کړو. توجهتون را به برنامه اطفال جلب میکنیم. نازنین، امروز یک سیاک دیگه داریم که درباره یک ساخ است و یک دو برادر است. یکی بود یکی نبود. در زمانه بسیار قدیم یک پدر بود که دو تا بچگکا داشت. این دو تا بچگکایش بود. وقتی که پدر مرد، برادر کلان تمام زندگی و جایداد پدر خود از برادر خود گرفت. وقت تنها یک کلبگه که خورترک برای برادر خورد خود داد. برادر خوردش هیچ از او گله نکرد، گفت خیر است. امرای خانم خود در مو کلگوه خود زندگی میکردن، خانمش بود و خودش بودن، بسیار زحمت میکشیدن، کار میکردن که چه قسم پیسه روزمره خود بسازن، چه قسم برای خود نان جور کنن. صبح تا شام کار میکردن و شب میامدن در خانگه خود زندگی میکردن. یک روز در بغل خانهشان یک درخت سبز کرد. او این درخت خود درخت سبز کرد و این درخت میوه‌دار بود. اینا ای زن و شوهر از درخت خود مراقبت میکردن، هر روز را آب میدادن تا که درخت کلان شد و درخت پر میوه شد. این درخت بسیار میوه شیرین بسیار خوب داشت. این زن و شوهر هر روز از میوه خود میچیندن، میبردن در بازار میفروختن و باز از پیسه از نان خود میخوردن. یک روز یک زاغ آمد در سر درخت شیشت و به نول زدن میوه ها شروع کرد. امی خانم زن از این آدم غریب که آمد دید که زاغ تمام میوه ها رو میخوره و نون میزنه، بسیار کوشش کرد که زاغ پس کنه سر درخت. این زاغ از یک شاخه به دیگر شاخه رفت، پرید و باز هم تمام میوه ها را به خوردن شروع کرد. و ای زن از ای بسیار جگرخون شد و گریان شد و در زیر درخت شیشت. زوخت دی وقت زاغک به سر زبان آمد و بریزن گفت که گریان نکو، هر میوه که من میخورم من بر تو یک خانه طلا میتم.
خانمش یک دفعه ای از آزی که ای زاخه گاز بسیار ترسید و بجله رفت پیش شوهر خود. شوهر خود تمام جریان به شوهر خود گفت که اینا تو زاخت بود. ای زاخت به ما گفت که اما هر میورک میخورم و بر تو طلا میتم. خوی شوهرش آمد و راستی زاخه میگه به شوهرشم گفت که مرد می ای زاخ به زن شوهر گفت که برابر یک قفه دست سه دانه خلطکاکا بدوزین و ای زن شوهر می کار کردن خلطکاکای خرد دوختن به اندازه قفه دست. یک روز امی زاخک آمد پایان شیشت و شوهرش دست روی بال از ای زاخک شیشت و ای زاخک پرواز کرد رفت 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 دمی بین دریا. یک سرزمین بود که از طلا و از نقره و از جواهرات پر بود. ای زاخک دوجو پایان شد. ای شوهر ازی که قدر طلا را دید گفت امی فقط چیزی که می در خلطگکایش جای می شد امور پر کرد و خیست پس در سر بال زاخ شیشت و پس آمد. وقت پس آمد روزانه از امی پیسه از امی جواهری که بنا داشتن ای را فروختن، صاحب خانه شدن، صاحب زمین شدن، پیسه دار شدن و در این وقت برادرش خبر شد که برادر خردش صاحب بسیار پیسه شده. وقت آمد پیش برادر خورد پرسان کرد که چطور قدر پیسه پیدا کردی؟ برادر کلان برادر خورد گفت ما اینو تا یک زاخ آمد و تمام ماجرا را برش گفت. ای برادر کلان گفت خو سیس ما میخوایم تمام زندگی و جایداد پس بر تو میدم، ای خانه و ای درخت بر ما بدیم. خب برادر خورد گفت درست است ما میتم. برادر کلانش بسیار آدم حریص بود. گفت درست است. خب برادر کلان ماتل شیشت که چه وقت بهار شوه. خب بهار شد و پس درخت پر میوه شد و باز ای زاغ آمد بالای درخت شیشت. بالای درخت شیشت و میوه را به خوردن شروع کرد. برادر کلان باز برای زاغ برش گفت که تو برای هر دانه میوه که من میخورم ما برای تو یک خانه طلا میدم. خب برادر کلان گفت خب. زاغ برش گفت که سه دانه خلطگک های خورترک بدوست و که به اندازه یک قفه دست باشم. خب ای آدم برادر کلان که آدم حریص بود جوالهای بسیار کلان کلان دوخت و برای که ببره و از جا طلا پر کنه بیاره. وقتی که در سرزمینی که رفت در اوجه که طلا بود امی تمام جوالهای خود از طلا و از جواهرات پر کرد و وقتی در سر بال زاخ شیشت در نیم را در سر بحر زاخ بسیار مانده شد. بسیار مانده شد گفت خوب خیر است برای یک چند دقیقه بالای خود جمع میکنم که ماندگی می بگیرم. از این که بسیار زیاد خلطا گرنگ بود بسیار مانده شده بود. نمی های نال که با زاغک بالای خود جمع کرد این مرد حریص از سر بال زاغ افتاد و غرق شد و این بود قصه امروز ما. والدین گرامی، در عملی ساختن این برنامه ها آرزو داریم شما با ما همکار باشید. بدین نسبت از شما خواهشمندیم که مفهوم افسانه امروز را برای اطفالتان نظر و رشد ذهنیشان تشریح کنید. این افسانه می تواند برای رشد زبانی، رشد ذهنی و رشد اجتماعی اطفال مفید باشد. رشد زبانی عبارت از یاد گرفتن گرامر، لغات جدید، شنیدن و همچنان بازگفتن افسانه. رشد ذهنی عبارت از شناختن رنگ ها و تفریق اندازه ها. رشد اجتماعی عبارت از ارتباطات اجتماعی، تواضع، قناعت، صادق بودن و از همه بلندتر اطفال از این افسانه یاد میگیرند که حرص و حسادت کار درست نیست. شما والدین محترم از طریق دین مبین اسلام و ادیان دیگه که با اونا عقیده دارید می توانید این مسائل را برای اطفالتان تشریح کنید. اطفال نازنین، چند سوال داریم که از شما خواهش میکنیم در پروگرام آینده جوابش را توسط ایمیل برای ما روان کنین. ایمیل آدرس ما از arianatv@vifas.org arianatv@vifas.org. سه سوال داریم که سوال اول ما برای اطفال است که تا سن 3 سال هستند. قصه که شنیدین از او را جواب بگوین کمی زاغ چی رنگ داشت. ای برای اطفال است که سنشان تا 3 سال است. باز هم امی در قصه که ما زاغ چی رنگ داشت. سوال دوم برای طفل است که تا سن 6 سال هستن. او سوال ما ای است که رنگ زاغ از کدام رنگ ها ساخته شده؟ رنگ زاغ از کدام رنگ ها ساخته شده؟ و سوال سوم ما برای طفل است که تا سن 6 ساله الی تا سن 12 ساله هستن. و سوال ما برای اونا ای است که حرص و حسادت از نظر فرهنگ ما. و اطفال که جواب از این سوال بر ما درست روان کنن ما کوشش میکنیم که در پروگرام های آینده از اونا خواهش کنیم که بیان و جواب خود امرای ما در پروگرام ما بخونن. اطفال نازنین، والدین گرامی، پروگرام امروز ما به میجا پایان میرسه.
تا برنامه آینده شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم.